دکتر کاظم موسوی حدود 30 سال است که در تبعید در آلمان زندگی می کند. وی از همان بد و بر سر کار آمدن رژیم و تجربه نقض حقوق بشر رژیم ملایان به جنبش اپوزیسیون در خارج کشور پیوست. دکتر موسوی تحصیلات عالی خود را در دانشگاه فنی برلین ابتدا در رشته علوم مهندسی ساختمان به پایان رسانید و در ادامه در همین دانشگاه به اخص درجه دکترای مهندسی در زمینه مدیریت علمی مهار و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه به خصوص دفن اصولی زیرزمینی آنان از طریق استفاده از تکنولوژی آسفالت نائل آمد. کاظم موسوی در زمینه فاجعه محیط زیستی ایران در حاکمیت آخوندها مقالات متعددی را از سالها پیش در ویژه‌نامه محیط زیست نشریه ایران زمین که مسئولیت آن به عهده دکتر کریم قسیم بود، در کنار فعالیت‌های گسترده خود در زمینه سیاسی و حقوق بشری در آلمان و اروپا منتشر نموده است. او همچنین یکی از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران 13 سال پیش است و از مسئولین آن و سخنگوی این حزب در آلمان میباشد. وی همچنین از فعالان اصلی و شناخته شده در اتحادیه حقوق بشری بمب را متوقف کنید یا استاپ دی بام و یکی از اعضای هیئت مؤسس این اتحادیه می باشد. جهت مرور مندرجات سیاسی و محیط زیستی دکتر کاظم موسوی می توانید از سایت حزب سبزهای ایران iransabz.org iran-i-sabz.org دیدن نمایید. دکتر موسوی خدمتتون سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد میگم بهتون برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به رادیو ایران تشریف آوردید. سرکار خانم قفاری، با درود به شما و تشکر از محبت این گفتگو رادیویی، ابتدا حضور یکایک هموطنان گرامیمون شنوندگان و دوستداران رادیو ایراوا صمیمانه سلام عرض میکنم. دکتر موسوی، رژیم ایران همطور که میدونیم سال هاست که با فریبکاری و پنهانکاری مخصوص خودش برنامه های اتمی خودش رو پیش میبره و برای رسیدن به سلاح اتمی خیلی تلاش میکنه. آیا سلاح اتمی هم یک نعمت الهی برای رژیم محسوب میشه، همطور که جنگ با عراق نعمت الهی محسوب میشد؟ با تشکر از این سوال مهمی که شما از من کردید خانم قفاری، ببینید موضوع برنامه های تسلیحاتی یا برنامه پروژه های هسته‌ای رژیم اساسا یک موضوع فنی نیست، یک موضوع سیاسی و کاملا ایدولوژیکه. بله. برای اینکه این مسئله رو بتونم بیشتر باز کنم، اجازه میخوام از شما یک مقداری خیلی کوتاه و مختصر به ماهیت ایدولوژیک و دستگاه فکری مذهبی این ملایان حاکم بر میهنمون که اشاره گذرایی بکنم. حتما بفرمایید. ما معتقدیم که من میدونیم که امروز به عنوان سخنگوی حزب سبزهای ایران با شما صحبت میکنم. درسته. ما معتقدیم که بر اساس اون پراتیک سیاسی و اون چیزایی که در واقع مقامات رژیم هر روز هر ثانیه با زبان خودشون اعلام میکنن و در عمل به اون عملش میکنن، اینی که رژیم خصوصیت و سیاست‌های نقض حقوق بشر خودش رو سیاست تروریسم و توسعه طلبی و کشورگشایی خودش رو همچنین با سیاست‌های خصوصیت سیاست‌های یهود ستیزی متعصبانه خودش به پیش میبره. در واقع این سیاست‌ها در عرض این 33 سال به اون در واقع در یک ترکیب واحد و جدای ناپذیر با هم قرار داشته و از طرف رژیم به اجرا گذاشته شده. ببینید شما اگر یه مثال ساده اگه بخوام بزنم، چون موضوع اتمی در این سیاست یک مسئله بسیار کلیدیه، ببینید شما اگر یک فرمول یک ترکیب شیمیایی مولکول آب رو چرا مثال میزنم؟ برای اینکه مایه حیات سیستم هاست. مثلا داریم H به اضافه H به اضافه اتم اکسیژن که از اون طرف بالاخره اون ماده آب رو میده که در واقع حیاتیست برای ماندگاری. این ستونهای سیاستی که من نام بردم، مثلا دیکتاتوری مذهبی مطلقه و کاملا ملیتاریستی شو جامعه ایران، نقض حقوق بشر، آپارتاید جنسی، نمیدونم ستم بر زنان،
مثلا اون یه اچ دیگر هم اگه شما تصور بکنین در این فرمول آب که مثال زدم، مثلا همین کشورگشاییش، تروریسمش، برنامه های تجاوز به حقوق مردم عراق و مسئله بعدی هم که همون اتم در واقع اورو در این ترکیب آب اگه تصور بکنین، مثلا همین جنبه سیاست های یهود ستیزی رژیمه، نمیدونم انکار هولوکست، اونم از جنبه دینی، اصلا بحثش مسئله این نیست، در بنیان اصلیش مسئله فلسطین و اسرائیل اختلافاتش نیست، بحثش یه بحث متعصبانه دینی هست، یهود ستیزه که در واقع که با انکار هولوکست، نابودی کشوری در یک جامعه ملل مثل اسرائیل، اینا رو به پیش میبره. ببینید این ویژگی این سیاست به طور اتودینامیک در درون خودش به بروز تنش، به بروز تروریست، به هرچی مسلح شدن در واقع احتیاج داره، یعنی به این سیاست میلیتاریستی کامل. و به این خاطر هم رژیم جمهوری اسلامی ناخودآگاه برای رسیدن به بمب اتم به عنوان یک چسب ارتباط بین این سیاست های ایدولوژی خودش قدم ور میداره. ببینید موقعی که آب رو درست میکنن در لابور و یا برای خوردن، یک کاتالیزاتوری هم لازم داره. این کاتالیزاتوری که این سیستم در واقع جمهوری اسلامی رو تا کنون این سیاست ها که گفتم رژیم تونسته خودش رو به پیش ببره، اون کاتالیزاتورش مثلا اگه شد دمایی رو در آزمایشگاه بخواییم به درست شدن آب بدین، مثلا یک گرمای 4 درجه باید اون آب بدین که بتونه قابل خوردنش بکنید. اون سیاست اپیزمنته، اون سیاست مماشاته، یعنی این دستگاه با این مختصات عمل میکنه، یعنی اون سیاست اتمی رژیم به عنوان یه سکه، اون بر روی سکه در واقع سیاست مماشاته. رژیم جمهوری اسلامی همونطور که خودتون میدونید قصدش از این برنامه ها حاکمیت مطلقه خودش ولایت فقیهی بر سراسر جهانه، نه تنها بر ایران. خب یک همچین سیستمی یک سیستم بسیار خطرناکیه، تهدید برای جامعه در واقع بشریت. همونطور که میدونید رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها این سیاست ها رو، سیاست برنامه اتمی خودش رو، با اینی که نمیدونم بمب اتمی رو رژیم خمینی حرام کرده، خامنه‌ای به دنبالش نیست، اینها مزخرفه و دروغه. و در این زمینه میخوام الان اینجا هم خدمتون عرض بکنم، حتی مدیر کل آژانس بین المللی قبلا آقای محمد البرادعی هم همکاری با این رژیم زد و جامعه جهانی رو گول زد. این رژیم جمهوری اسلامی از همون زمان دولت میرحسین موسوی، بعدش در زمان رفسنجانی و حتی خاتمی، به طور خیلی گسترده و پیگیر برنامه های اتمیشو به پیش برده. حتما هموطنان عزیزمون از این گزارشاتی که حتی خود رفسنجانی از اون نامه‌ای که اواخراً در همون دوران پایان جنگ یا بعد از اون در مطبوعات منتشر کرده بودن، که در اون زمینه خمینی افشا کرده بود که یک نامه‌ای رو خمینی داده بود به رفسنجانی که در اون اشاره کرده بود به یک گزارشی از پاسدار محسن رضایی که اشاره کرده بود که اگر بخواهیم عملیات تهاجمی داشته باشیم و پیشرفت بکنیم، جدای از اون نمیدونم چقدر بد سرباز داشته باشیم، پیاده رو داشته باشیم، تانک داشته باشیم و فلان، از ضرورت‌های رژیم که سلاح‌های لیزری و اتمی در واقع مجهز بشه. یک نمیدونم هموطنان اون حتما مسائل رژیم رو دنبال میکنن، مثلا یک بار فکر کنم همین سایت باستاب اون قدیما نوشته بود که من یک خلاصش رو اینجا عرض میکنم. بله. که طرح ما در زمین اتمی نوشته بود که خب جامعه جهانی همیشه ما رو تحریم میکنه، حتی برای عبور از
بحران تحریم جامعه جهانی، طرح ما باید شامل به رسمیت شناختن رسمی حق ایران در استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی توسط همه دنیا باشه. همون بامبول استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی یعنی همون دستیابی به تسلیحات اتمی و کشتار جمعی. نوشته بود که برنامه ما، سیاست ما باید همون اداره امور شیعان جهان به دست رهبری جمهوری اسلامی باشه و اینی که جامعه جهانی رو ما وادار بکنیم به عنوان ششمین عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ما را قبول بکنه. من فکر کنم در سال همون 84 اینا نوشته بود نه. و یکی از مسائلی هم که بهش اشاره کرده بود که باید عراق رو وادار بکنیم که نیروی اصلی اپوزیسیون یعنی همین مجاهدین رو از عراق بیرون بکنه. خانم غفاری، دبیر کل حزب‌الله جمهوری اسلامی، آخوند سید محمد باقر خرازی، من اینو در سمینارهایی که در آلمان برگزار میشه دعوت میکنم، من این اسلایدشو دارم به آلمانی ترجمه کردم. اون زمان در تاریخ 25 مارس 2009 این حرف رو گفته که اعلام کرده که من ترجمه میکنم، یعنی این روزنامه رو میخونم، که گفته اول بمب بعد مذاکره و گفتگوی مستقیم با آمریکا. گفته و میگه اگر ما مجاز به داشتن بمب اتم نیستیم، پس لزومی هم به برقراری روابط و همکاری مستقیم نیست و اگر جمهوری اسلامی میبایستی روابط مستقیم با آمریکا داشته باشه و به اون تن بده، پس باید، یعنی در واقع به داشتن بمب اتم نیازمندیم. خب اینها همش فاکتای مشخصه که رژیم جمهوری اسلامی پشت این برنامه ها، پروژه های اتمیش، نیات سیاسی و ایدولوژیک داره. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاسدار سردار نجار روز 24 شهریور 84 روزنامه ها از قولش نوشته بودن که عنوان کرده، من فقط به این جمله اشاره میکنم که رهبر بر داشتن سلاح هسته‌ای تاکید کردن و گفتن داشتن سلاح هسته‌ای حق ملت ایرانه و ما باید با حضور در مجامع بین المللی از این حق طبیعی خودمان دفاع کنیم. خانم غفاری، با افشای در واقع همین تایید مدیر کل آژانس بین المللی اتمی برای این که رژیم جمهوری اسلامی دنیا رو گول زده، مخفی کاری کرده و به دنبال سلاح‌های نظامی و اتمی و بمب اتم بوده، رژیم جمهوری اسلامی رو در یک شرایط بسیار بغرنج قرار داده که ازش بیرون نخواهد اومد. نتیجه این وضعیت اینه که مردم ایران، نیروهای واقعی اپوزیسیون که برای آزادی و دموکراسی و برقراری حاکمیت ملی در ایران مبارزه میکنن، با این گزارش به جلو افتادن. یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در یک افق در واقع کوتاه مدت و میان مدت قرار گرفت. دکتر موسوی، شما اشاره کردید به گفته های باقر خرازی و همطور پاسدار نجار. اگر که این اسنادی که شما خوندید و اسناد دیگری که موجود هست به این راحتی به دست ما ایرانی ها میرسه، یعنی غربی ها نمیدونستن سال 84 مثلا نجار هم چه حرفی زده، صحبتایی که سران رژیم انجام میدن، خب این حرفا بالاخره علنی میشه، اینا چاپ میشه، نوشته میشه. آیا غرب واقفه بر این کارها، میدونه و باز ادامه میده و چشمشو میبنده روی پروژه اتمی رژیم؟ خانم غفاری، من در این نموداری که در وهله اول در باره سال اولتون من عنوان کردم، سعی کردم هموطنانمون که این مصاحبه رو گوش میکنن برای خودشون تجسم بکنن. ببینید این سیاست مماشات به عنوان یک جزء مهم و اصلی سیستم
نظام جمهوری اسلامی شده. یعنی اون دمای مخصوصی که گفتم برای درست کردن آب احتیاجی که اونو قابل حیات بکنه، اگر اون نباشه سیستم میپاچه. اگر شما اون، ما در آلمان میگیم فایل، اون برداری که دیدین ما مثلا مینویسیم H به اضافه H به اضافه نمیدونم O، یه بردار میکشیم اون طرف راستش مثلا مینوشتیم آب، اون برداره اون برنامه های اتمی رژیمه که این سیاست ها رو با هم دیگه تصدیق میکنه و به جلو میکشه، شتابان میده. اون قسمتی که در واقع باید این عملی بشه، مشخصا احتیاج به تکنولوژی، به دست آوردن تکنولوژی فرق داره. یعنی رژیم جمهوری اسلامی با سیاست های تاراج دادن منابع ملی و محیط زیستی و نفت ما، در واقع این سیاست مماشات رو که خودشون هم البته به خاطر سود و سودجویی در این نظام سرمایه‌داری بالاخره ترغیب و تشویق میشن، یعنی در واقع اینها رو به زندان سیاست‌های خودش کشیده. خیلی از این سیاستمداران غربی، خیلی هاشون تحت این نمیدونم شرکت‌های پوششی و فلان و غیره، در خفا با رژیم جمهوری اسلامی به زد و بندهای خرید فروش لوازم و مواد در واقع برای تهیه تسلیحات اتمی شریک جرم هستند. اینجا در آلمان من نمیخوام الان یه بحث را بندازم که در واقع جنجالی هم بیاد. نه؟ یه فردی که نمیدونم در یک حزب اکولوژیکی هم بوده که همیشه برای خارج شدن از برنامه‌های انرژی هسته‌ای در همین کشور و در اروپا اساساً کار اصلی خودش رو بنا کرده بوده، در همین جمع نمیدونم اعضای هیئت اتمی 5 به اضافه که شرکت داشت، به رژیم جمهوری اسلامی میگفتش که تو خودت باشه، ما همه این امکانات رو به شما میدیم، شما خواهش میکنم حتی مجاهدین خلق رو، این هم فکر کنم خبرگزاری فرانسه چندین سال قبل مخابره کرده بود از جزئیات این بحث و فرصی که در اون جلسه انجام شده بود. بله. که شما دست از این برنامه های اتمی بردارید. خانم غفاری شما باور نمی کنید این افرادی که با کفش کتونی 5 دلاری 5 یورویی از کهنه فروشی هم می خریدن سوار می شدن، در واقع پیاده می رفتن، الان در بهترین جاهای همین کشور آلمان در خونه های 9 میلیون یورویی دارن زندگی می کنن. توجه می کنید؟ خب از این قماش خب زیاد هستن که رژیم جمهوری اسلامی اینها رو، فکراشون و انگیزه هاشون رو با پول خریده. اجازه بدیم من یک موضوعی رو خدمتون عرض بکنم. ببینید مردم ایران نمیدونم فکر کنم 1% کل جمعیت کل جهان رو تشکیل میدن. در این کشوری که 1,648,000 کیلومتر مربع ساحت داره، جدا از بنای فرهنگی، استعدادهای انسانی، موقعیت‌های جغرافیایی، ایدئولوژی و ژئوپلیتیکی بسیار مهم، دومین کشور دارای منابع نفتی و گازی. در این کشور طبق اسناد سازمان ملل متحد که جمع‌بندی میکنه داده ها و موجودی های ذخایر جهان رو، حدود 9% کل منابع جهان در کشور ایران نهفته است. یعنی حدود 200 کشور جهان یک طرف، یک کشور مثل ایران اونم در دست رژیم جمهوری اسلامی دارای 9% کل منابع موجود جهان در زمین انرژی، در زمین معادن هستش. خب میدونید که به لحاظ پتانسیل های انسانی هم و تاریخ و تمدن ایران هم ما چقدر دستمون خالیه. خب ببینید این رژیم از اینجا داره پرداخت میکنه. برای چی برای رژیم چانه میزنن برای بود و نبودش؟
برای چی نیروهای واقعی طرفدار این مردم و طرفدار آزادی رو از هر گروه و عقایدی که هستن و به خصوص در صدرش مجاهدین خرب برای چی در لیست تروریستی میگذارن؟ خب اینها رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر این کشور و دادن باج خریدن این سیاست ها به پیش میره. البته در کنارش اگرم در واقع نرخ رو بخوان اضافه بکنن، بیشتر بخوان، با اسلحه تروریسم، بمب‌گذاری، نمیدونم نقش کشی در این کشورها و جوامع که سیاست مماشات رو با این به پیش میبرن، در واقع مسائل خودش رو به پیش میبره. با افشای همین گزارش اخیر مدیر آژانس بین‌المللی اتمی، خامنه‌ای رهبر رژیم همین دیروز در یک رژه‌ای که همه رو جمع کرده بودند و فلان علناً شاخشونه می‌کشید به دنیا که اگر برنامه‌تون رو اینطوری ادامه بدید ما نمی‌دونم دستتون رو قطع می‌کنیم. بله اینا همون سیاست تحریمه. در واقع رژیم جمهوری اسلامی یک سیاست در واقع چماق و تروریست و از اون طرف دادن شیرنی و شکر رو به پیش میبره. قربانی اصلی این سیاست، سیاست مماشات که در این سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی عجین شده، تصفیف شده، همکاری میکنه و نمیتونه ازش کنار بیاد، چیه؟ مردم ایرانه، مردم منطقه است، مردم فلسطینه، مردم اسرائیله، زنانن، زنان ایران هن، نه تنها در ایران، در منطقه. الان در همین کشوری که ما در آلمان من زندگی میکنم روابط بسیار اقتصادی خوب داره. خب روابط اقتصادی باید به لحاظ سیاسی هم به طرف مقابل، به مشتری هم باید امکانات بدی دیگه. الان بنیادگرایی در همین جامعه آلمان بیداد میکنه. شما هر جا در این انجمنهای نمیدونم اسلامی تحت هر نامی شما میرید میبینید که افرادی هستن که برای تعطیلات نمیدونم به ایران تشریف میبرن با ملیت‌های گوناگون، نمیدونم اسناد و مدارک و مجلات سفارت جمهوری اسلامی در این مساجد پخش. خب قربانیش کیا هستن؟ قربانیش زنان هست، قربانیش اقلیت‌های جنسی هست. یعنی رژیم جمهوری اسلامی حتی با به دست گرفتن یک چاقوی پلاستیکی اگر به این رژیم بدیم، بیشتر بدیم جریتر میشه. میوه خوری میگم ها، از این لاستیکی ها که اصلا سبک هم هست، حتی اونم دست این رژیم بدیم این جریتر میشه، خطرناکتر میشه. الان کارشناسان بین المللی اتمی میگن که رژیم جمهوری اسلامی برای ساختن 4 بمب اتمی امکانات اورانیوم غنی شده داره، فقط باید یک مقداری این فشارهایی که الان از طرف جامعه بین الملل اگر بتونه اینها رو در واقع تنظیم بکنه کارش رو به پیش برده. جدا از این در همین اجازه بدید من اینم عنوان بکنم که در این گزارش مدیر کل آژانس بین المللی فقط به همین امکانات و برنامه هایی که در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و یا آزمایشات چاشنی کلاهک هسته‌ای است اشاره شده. رژیم جمهوری اسلامی بر اساس همون افشاگری هایی که برای اولین بار هم از طرف اپوزیسیون باید اینجا عنوان بکنم، مجاهدین تا کنون افشا شد در کنفرانس های مطبوعاتی اعلام کردن، یک برنامه مستقل دیگرم در زمینه غنی‌سازی اورانیوم از طریق لیزری انجام میده. ولی آقای موسوی چرا این گزارش آژانس چرا الان منتشر میشه به این شکل؟ آیا تغییراتی در جامعه جهانی به وجود اومده یا اینکه به خاطر تغییر مدیر کل آژانس همچی گزارشی منتشر شده؟ ببینید هر چیز یک پروسه‌ای داره دیگه. بالاخره فشارهای بین المللی
زیاده. رژیم جمهوری اسلامی با دخالتاش در سوریه، دخالتاش کشت مردم عراق، نمیدونم تجاوز به حقوق اپوزیسیون، به مجاهدین، به قرارگاه اشرف، نمیدونم در حمایت با نیروهای تروریستی مثل حزب الله و حماس، بالاخره و این اواخر موضوع دستگیری تروریست‌های وابسته به سپاه قدس که می‌خواستن سفیر عربستان سعودی رو ترور بکنن و گویا این که سفارت‌هایی رو می‌خواستن منفجر بکنن در واشنگتن، بالاخره تمامی اینها اون ظرف بالاخره یک علایق متقابلی هم از طرف‌های دیگه هم هست. این نیستش که فقط رژیم و یا نیروهای اپوزیسیون بخوان در این معادلات فقط نقش بازی کنن، بالاخره طرف‌های دیگه هم هستن، فشارهای دیگه از طرف کشورهای دیگه هم هست. دار میکنه که یک جایی بالاخره اون کارهایی که تاکنون وفق مراد جمهوری اسلامی و سیاست مماشات میرفت بالاخره یه جا گیرپاچ بکنه. آقای محمد براده ای که گویا نمیدونم، ببخشید من این رو میگم، یک همسر بانوی ایرانی هم داره، بالاخره نمیدونم، حالا من دلیلش اینو و اینا، در هر صورت با این رژیم جمهوری اسلامی کنار میومد و حتی نمیدونم الان این اواخران اگر خبرگزاری رژیم رو دنبال کرده باشین، تمام مقامات رژیم که دستن در کار مسائل بین المللی و سیاسی اتمی رژیم هستن، به قول معروف اسم اون رو حلوا شکر میکنن و از آقای مجری که آژانس بین المللی به عنوان نمیدونم مزدور آمریکا و اسرائیل و مجاهدین و نمیدونم نیروهای اپوزیسیون نام میبرن. نه خب در واقع اون بود که سالها برای رژیم وقت خرید که رژیم به این نقطه که امروز هست برسه. 100% اتفاقا الان در همین آمریکا در روزنامه ها و در محافل دیپلماتیک الان کسانی هستن در واقع خیر آقای محمد البرادعی رو گرفتن و علنا میگن که ایشون هم دست به دست رژیم جمهوری اسلامی ما رو و جامعه بین المللی رو گول زده و باید پاسخگو باشه. خب من فکر میکنم آقای کیانو نشون داد که در واقع مدیر کل با جرأت هم در آژانس بین المللی اتمی در چارچوب سازمان ملل متحد وجود داره که مایه بسی خوشبختی است. گفتم در واقع نتیجه این رو مردم ایران، نیروهای اپوزیسیون و مردم منطقه در واقع نهایتا خواهند دید. درسته. و کار بسیار بزرگی کرده و باید ادامه بده و حتما کوتاه نیاد. روی دیگر این پروژه های اتمی رژیم دکتر موسوی، این ضایعاتی است که به محیط زیست وارد میکنه. برنامه های اتمی رژیم ایران چه خطراتی رو متوجه محیط زیست میکنه، چه در ایران چه در منطقه؟ بله خیلی ممنونم از این سوالی که شما انجام دادید. خانم قفاری، واقعیت اینه که وضعیت محیط زیست ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار فاجعه آور و نگران کننده. حتی ما بدین نظر هستیم که ادامه این وضع، یعنی ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی به طور یقینی رو میگیم، من عرض میکنم راه پیشرفت دموکراتیک، راه پیشرفت توسعه پایدار ایران، عدالت اقتصادی و اجتماعی رو در ایران، حالا در هر نظامی که شما میخواهید، یکی سرمایه‌داری میخواد، یکی سوسیالیستی میخواد، یکی نمیدونم کاپیتالیستی میخواد، نه این رو چندین نسل سوزونده. ما به اثرات حزب سبز ایران از همین گزارشاتی که از ایران میگیریم و یا در مطبوعات به دست آوردیم، ما کلا مجموعه موارد بحران زیست محیطی و اکولوژیکی رو در سایت خودمون بهشون اشاره کردیم. همونطور که شما گفتین، بدین عقیده‌ایم که یکی از تهدیدات بسیار جدی در زمینه محیط زیست ایران که تاکنون هیچ اطلاعاتی هم در این زمینه در دست نیست، یعنی رژیم هم نداده اصلا، اینه که این رژیم جمهوری اسلامی با این گزارش مدیر کل آژانس بین المللی اتمی که به
دنبال تسلیحات اتمی هستش، آزمایشات اتمی کرده و این نوع خطرناکترین آزمایش هاست در زمینه اتمی که با این مواد زائد خطرناک اتمی اورانیوم اینا که در نتیجه برنامه پنهانیش اساسا چیکار کرده، در کدوم رودخانه سرازیر کرده، در کدوم زیر خاک چالش کرده. ببینید برای بهبودسازی، ایمنسازی این ضایعات خطرناک میلیاردها باید در آینده دموکراتیک ایران باید سرمایه گذاری بکنیم. همین الان هر روز در روزنامه های داخل حتی از زبان خود گزارش خود مقامات این رژیم عنوان میکنن که تعداد مرگ و میر بر اثر سرطان‌های مختلف که در ایران گسترش و ادامه داره بیداد میکنن. این برنامه هسته‌ای رژیم، پنهانی رژیم، بحران اکولوژیک رو در جامعه ما گرفته، از نظرم آلودگی‌های مختلفه، اینو خیلی تشدید میده. خانم قفاری اجازه بدین من یک مسئله خیلی خیلی فنی رو اینجا اگه اجازه بدین بهش اشاره بکنم. بنابر تجربیات دانش هسته‌ای و اکولوژیکی، مواد رادیواکتیوی به دلیل اون ویژگی شکاف پذیری خودش که پی در پی تکثیر میشه، اشعه‌های آلفا بتا گاما از خودش در واقع ساطع میکنه، این خطراتش بر روی جان انسان و امکانات جامعه در واقع بسیار خطرناکتر از مواد آلودگی های دیگه است. دانشمندان میگن حتی اگر بر اساس این تجربه که از نمیدونم از وقایع بمباران اتمی هیروشیما و انفجارهای نیروگاه اتمی برق چرنوبیل و همین اواخر از روشون گرفتن، میگن که حتی مقدار ناچیز 1 گرم اورانیوم غنی شده اگر به طبیعت، اگر به ملک زیست سرایت بکنه، این خطرات تشعشعاتش بر جان و ملک زیست بخواییم اگر کیفیتش رو بسنجیم به مقدار نصف میشه، در حدود تا حدود 4 میلیون سال، یعنی تا 4 میلیون سال، یه سری میگن 10,000 سال، یه سری میگن 20,000 سال، یه سری میگن 1 میلیون سال، حتی تا 4 میلیون سال طول میکشه که این ضررهای سرطانزا و کشندش این به حد نصف برسه. خب جامعه بین الملل، سیاستگران مماشاتگر با رژیم جمهوری اسلامی و حتی نیروهای سیاسی که در جامعه ایران قول نمیدن برنامه های سیاست های نمیدونم انرژی حق مسلم ماست رو خوردن، چرا از رژیم جمهوری اسلامی نمیپرسن؟ ما میخواییم که بپرسن که با این آلندگی های اتمی تا کنون در عرض این 30 سال به چه شیوهی چگونه رفتار کرده؟ خب مگر این حفظ جان مال مردم مگه موضوع ملی و میهنی نیست؟ چرا سوال نمی کنم؟ به این خاطر ما معتقدیم که موضوع الان اتمی حتی از جنبه پیگیری مسائل ضررها و زیانهاش و اینی که رژیم جمهوری اسلامی برای بود و نبودش این موضوع رو به پیش میبره به هر قیمت، با موضوع آزادی یعنی حفظ محیط زیست، با موضوع آزادی و سرنگون رژیم در ایران به طور مستقیم گره خورده و ارتباط مستقیم داره. برای اینکه ما پایان بدیم یا متوقف کنیم این برنامه های اتمی رژیم رو، چه راهکارهایی عملی، البته چه کاری میشه انجام داد، چه چیزی پیش روی ما هست؟ ببینین واقعیت اینه که همونطور که بحثمون هم بهش اشاره کردیم، جمهوری اسلامی از برنامه های اتمی خودش کوتاه نخواهد آمد. اصلا موضوع بر سر کار آوردن احمدی نژاد و تمام سپاه از طرف خامنه‌ای هم برای پیشبرد این سیاست ایدئولوژیک بوده که بتونه هر که سریعتر به بمب اتمی دست پیدا کنه. میخوان ما به جامعه جهانی بگیم در رابطه با همین بمب اتمی هم هست،
رئیس جمهور آینده این رژیم حتما یک فرد رفرم پذیر نخواهد بود. این رژیم رفرم پذیر نیست. یک فرد، یک قاتلی، جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی خواهد بود که الان هموطنان ما رو در مسیر سیاست صدور تروریسم و نقض حقوق بشرش و برای پیش بردن برنامه اتمی رژیم در همین قرارگاه اشرف، در همین عراق قتل عام میکنه. یعنی در واقع میخوام بگم که ایدولوژی، خصوصیت ایدولوژیک رژیم، ساختارهای این رژیم در زمینه نمیدونم اداری سیاسی اجازه این رو نمیده که رژیم از این برنامه کوتاه بیاد. چرا؟ برای اینکه در محاصره گسترش مقاومت مردمی و مبارزات در داخل و دانشجویان و زنان در ایران هم قرار داره. بحران هم سراپای این رژیم رو گرفته. یعنی دیگه به خامنه‌ای تره‌ای هم در واقع خورده میکنن، مگر اینکه حمایت ها رو رژیم برای خامنه‌ای با زور و اجبار و با پول و فلان از خود همین بسیجی ها سیره بگیره. یعنی میخوام بهتون بگم که جامعه بین الملل باید در وهله اول ماهیت و خصوصیت ایدولوژی که این رژیم رو بشناسه، باید از این مسئله قطع امید بکنه که این رژیم دست از این برنامه اتمیش برخواهد داشت. یک واقعیتی هم باید عرض بکنم خانم قفاری، جامعه جهانی برای پیش برده، برای در واقع خط کردن برنامه های اتمی رژیم حتی از طریق تحریم هایی که تا کنون وضع کردن و فلان اینا، تا جایی پیشتاق خواهن کرد که این رژیم جمهوری اسلامی سردگون نشه. خب ببینید، برنامه بردن تحریم ها به پیش به طور مؤثر پشتوانش، پایش باید روی یک مقاومت سازمان یافته، روی حمایت، روی تشویق نیروهای واقعی اپوزیسیون باشه. موقعی که تحریم رو بخوان ببرن جلو، خب این در تضاد یک نیروی محوری اپوزیسیونی مثل سازمان مجاهدین خلق که حتی برنامه های اتمی رو که با صلح و اطمینان و امنیت و ثبات در جهان در ارتباط هست، اینو افشا کرده، خدمت بزرگی به جامعه ایران، به مردم منطقه، به حتی خود آمریکایی‌ها انجام داده، حتی خود غرب انجام داده واسه مردمشون. خب شما نمیتونی نیروی اپوزیسیون رو ستم بهش بکنی، در لیست تروریستی قرار بدی. کاظم موسوی موقعی که میاد اینجا رژیم رو افشا میکنه و میگه با جان به دولت آلمان اخطار میکنیم که دست از مماشاتت وردار، میگه تو وابسته به اون نیروی تروریستی هستی. یعنی در واقع کل برنامه رو میاد به عنوان زنجیروار قفل میکنه. خب یعنی میخوام بگم که این تحریم ها جایی مؤثره که این به لحاظ سیاسی در کنارش، در تلفیق اون نیروی مؤثر اپوزیسیون رو، نیروهای مؤثر و آزادی خواه، شخصیت های آزادی خواه، هنرمندان آزادی خواه، فرقی نمی کنه هر عقایدی داشته باشه، باید اینها رو بیان تقویت بکنن. کیا رو تقویت می کنن خانم غفاری؟ همین عوامل رژیم، این لیاک، این کاسمی، که اینها با حتی با دامن زدن به جب به نمیدن جنگ شد در چارچوب سیاست های یک رژیم جنگ طلب اتمی و تروریسم کار میکنن و حقوق میگیرن و موسوری میکنن. خب یعنی میخوام بگم که تحریم ها رو تا جایی به پیش خواهند بود اینطور که تالا رفتن که این رژیم سرنگون نشه. از طرف دیگه به قول معروف میگن کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما باید فشارهای خودم رو بیاریم، ما باید برنامه های راه بردی رو به غرب بدیم که مردم ایران خواهان این رژیم نیستن، میخوان این رژیم سرنگون بشه. من یادم میاد در سال 2009
مردم در همون جریان مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی خامنه‌ای میگفتن ایران سبز و آباد، انرژی هسته‌ای و بمب اتمی نمیخواد. نه خب بیان به این تصمیم و اراده مردمون گردن بذارن، خب در واقع نقطه اتکای اصلیمون باید خودمون باشیم، اتحاد داشته باشیم. اگر تجربیاتی در این اپوزیسیون هست برای اپوزیسیون و نیروهای اپوزیسیون هست برای سرنگونی رژیم، خب باید از اون استفاده کنیم، کمک کنیم. ببینید خانم غفاری، من مجبورم اینو میگم چون یه سوال شما انجام دادید به موضوع مسائل داخلی و بین المللی یکی با هم برمیگرده. کلید حل مسئله بمب اتمی رژیم به دست مردم ایران، نیروهای اپوزیسیون سازمان یافته هست و غیر از این اساسا جواب نداره. به خاطر این من به این مسئله اشاره میکنم که باید آن چیزی که الان تجربه شد داریم با حسنیت، با تعامل، با پیشنهاد، با احساس مسئولیت، با سولیداریتی میگن، باید در تکمیل اون، انتقاد سازنده اون، کمک‌کار باشیم برای همدی که بتونی جنبش به پیش بره. از امروز به فردا که جنبش سازمان یافته اونم در مقابل رژیم جمهوری اسلامی با این ساختارهای سیاست اتمند، نوع چینیش، نوع روسیش، نوع آمریکاییش، نوع اروپاییش، نوع آلمانیش، نوع نمیدونم نیاتیش، خب اینا اینطوری که نمیشه به پیش رفت. باید به طور مشخص آن چیزی که داریم باید روش بنا بکنیم. این جنبش دموکراسی خواهی رو برای سرنگون رژیم جمهوری اسلامی که عنصر ذهنی سر بیرون هم هست باید با احساس مسئولیت حمایت بکنیم، وگرنه جوابی نداریم. تشکیل نمیدونم اتحاد ملی گوناگون، خب اینا اتلاف وقته، بد نیست، بحثش بد نیست، صحبتاش بد نیست. این صحبت ها و این پیشنهاد ها رو باید سمت و سوش رو به تغییریت اون چیزی که در دستمون هست قرار بدیم. ببینیم کجا میشه ارتباط پیدا کرد، کجا میشه نیروهامون رو قوی کرد که این رژیم جمهوری اسلامی رو که فقط با سرنگونیش برنامه های تسلیحات اتمیش به پایان میپذیره، چطوری میتونیم رجزوتا به دست مردممون سرنگون کنیم؟ وگرنه خب اگه بخواییم به لحاظ بین المللی عنوان بکنیم، خب بله، بانک مرکزی رژیم جمهوری اسلامی که داد و ستد نمیدونم نفتی و گازی رژیم از اون انجام میگیره، معاملات در دست سپاهه، تمام این پولها در دستگاه سرکوب خرج میشه، بالاخره باید در لیست تحریمات قرار بگیره. خب این یه چیز واضحیه، مسئله گفتم موضوع تحریمات نفتی و گازی. اگر بخوایم این رژیم رو ضعیف بکنیم باید هموطنانمون در کنار مبارزات حقوق بشری که نمیدونم در مورد جلوگیری از اعدام، نمیدونم شکایت به جوامع بین المللی، رفتن به پارلمانترها، باید سر اینها رو بگیریم و در مبارزات حقوق بشری خودمون باید موضوع اتمی رو ادغام کنیم. باید بریم بگیم نیروهای اصلی اپوزیسیون رو اجازه ندارید به سود جمهوری اسلامی برچسب تروریستی بهش بزنید. این توهینی به مردم ایران، این رو باید تصدیق بکنیم. باید در کنار قربانیان سیاست تروریسم و کشور گشایی تو منطقه، باید در کنار مردم و کودکان اونها بیستیم. یعنی در واقع به عقیده من کلی زمینه کارهای سیاسی چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین المللی باید انجام بگیره، هرچه زودتر هم باید انجام بگیره که ما بتونیم هرچه زودتر از شر تروریسم اتمی این ملایان به سود مردممون، به سود دموکراسی، به سود سکولاریسم، به سود ایران آزاد و بدون برنامه اتمی و بدون اتم بتونیم هرچه زودتر اون رو برای مردممون به ارمغان بیاریم. این وظیفه ماست. بدون
خاطر بحث میشه خیلی کلی کرد. من یه مقدار بالاخره بحث الان در رابطه با سوال شما بحث اخلاقی و سیاسی کردم، ببخشید، ولی باید اینها رو گفت. یعنی تمامی این از اون تعریفی که من از رژیم ماهیت رژیم کردم که بمب اتم به عنوان بود و نبودش بود، این رو میبایستی در برنامه و طرح‌های خودمون همیشه برای حتی جلوگیری از این دستیابی رژیم بمب اتم باید این رو به طور جامع و فراگیر باید بهش دقت کنیم. این سیاست ها موازی و همگام باید به پیش بره. دکتر موسوی، وقت ما متاسفانه بیشتر از این اجازه نمیده که مزاحم شما بشیم. ازتون بسیار تشکر میکنم از اینکه نکات تاریک در رابطه با برنامه اتمی رژیم رو روشن کردید و به سوالاتم جواب دادید. خیلی خیلی متشکرم از لطفتون. من از لطف و محبت مصاحبه شما بسیار بسیار ممنونم و براتون آرزوی موفقیت دارم، همیشه همونطور که همیشه هستید. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. رو لبام قفل سکوتو تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. که سر زمستون رو تنه زخمی و خستم، توی زندون ستمگر پشت این درای بستم. زیر رگ بار شکنجه، زیر توهین، زیر تحقیر، دل به فضاهای روشن، دل به فریاد تو بستم. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سؤال ساده با تفنگ و خون نباشه، کسی به جرم عقیده له نشه. تو ملع عام نسپرن سر کسی رو به تناب و چوب دام. رو لبام قفل سکوتو تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو